به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه مهم خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. راهزنان در شهرهای قندهار، اروزگان کمک‌های WFP را دزدیدند. منابع در ولایت اروزگان میگویند که راهزنان ده‌ها بوری آرد و دال را از موترهای مواد غذایی برنامه جهانی غذا دزدیدند. آنها گفتند که این دزدی دیشب 25 عقرب در شهرهای قندهار اروزگان واقع شده است. منابع بر روزنامه اطلاعات روز میگویند که 40 بوری آرد و 10 بوری دال از قطار موترهای برنامه جهانی غذا دزدی شده است. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در اروزگان با تایید این موضوع میگوید که کارمندان برنامه جهانی غذا و مسئولان امنیتی هماهنگی نکرده بودند. با گفته او، ده‌ها موتر مملو از مواد غذایی برنامه جهانی غذا در جای نامناسب در کنار جاده متوقف بودند و دزدان دست برد زدند. مسئولان امنیتی طالبان در اروزگان نیز میگویند که در پیوند به این دزدی 40 نفر مشکوک را بازداشت کردند و تحقیقات از نزد آنان جریان دارد. مسئولان برنامه جهانی غذا در اروزگان از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کردند. شرایط سخت بیجا شدگان خواجه بهاءالدین در زندگی زیر چادر. با نزدیک شدن فصل سرما، بیجا شدگان در ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار در وضعیت ناگوار در فضای باز و از زیر چادر به سر میبرند. نوارهای دیداری که یکی از باشندگان محل برای خبرنگار تلویزیون آمو فرستاده است نشان میدهد که بیجا شدگان در ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار در وضعیت نامناسب قرار دارند و بسیاری از شبها گرسنه می‌خوابند. شماری از بیجا شدگان می‌گویند پس از آن که از خانه‌هایشان بیجا شدند، هیچ نهادی تاکنون با آنان سر نزده است و در وضعیت بدی قرار دارند. این بیجا شدگان می‌افزایند اگر به وضعیت ما توجه نشود، اطفال خردسال، پدران و مادران کهنسال ما جان خود را به خاطر سردی هوا و گرسنگی از دست می‌دهند. گفتنی است که چند ماه پیش 400 خانواده از باشندگان روستای مهاجر قشلاق و ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار از سوی 10 تن از خانواده های کوچک از ولایت های شرقی، جنوبی و وزیرستان پاکستان آمد و در مورد خانه های این روستا دعوای مالکیت داشتند، از خانه هایشان کوچ اجباری داده شده بودند. این در حالی است که نزدیک به یک ماه پیش هیئتی از سوی طالبان به منظور حل این اختلاف ها ایجاد شده بود و این هیئت فیصله کرده بود که بعد از نشست میان بزرگان دو طرف درگیر، باشندگان محل باید خانه هایشان را به کوچی ها تحویل بدهند و در عوض برای آنان زمین برای اعمار خانه توزیع خواهد شد. دستور حقانی به مسئولان طالبان. وزیر داخله طالبان از مسئولان این حکومت می خواهد که از اختلاف ها دوری کنند. با گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان، سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبان در سفرش به ولایت زابل می افزاید که دامه اختلاف ها پیامت های خوبی را به دنبال نخواهد داشت. این مقام طالبان همچنین افزود برخی از علاقات جهان می کوشند تا در برابر حکومت این گروه شهروندان کشور را تشویق و مقابله کنند. حقانی افزود حلقات مغرض جهان کار میکنند که ضد نظام اسلامی مردم را به مقابله جذب کنند. به این مردم جای شرم است که به نام خوارج و یا هم به نام مقاومت است. گفتنی است با گذشت بیش از یک سال از تسلط طالبان بر افغانستان، هنوز هیچ کشوری حاضر نشده حکومت این گروه را به رسمیت بشناسد. رهبر طالبان ریاست عمومی شهرداری ها را منحل کرد. ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در فرمان ریاست عمومی شهرداری ها را منحل کرده است. طالبان پس از دست یافتن به قدرت اداره ارگان های محلی را به ریاست عمومی شهروالی ها یا شهرداری ها تغییر داده بودند. به استثنای شهرداری کابل، شهرداری های تمام ولایت ها و ولسوالی ها مربوط این ریاست می شد. ملا هیبت الله در حکم که روزنامه اطلاعات روز به نسخه از آن دست یافته گفته است که شهرداری های ولایت ها و ولسوالی ها زیر اثر ولایت های مربوطه قرار گیرند و ریاست عمومی شهرداری ها منحل شود. بر اساس این دستور، هیئتی از نمایندگان اداره امور وزارت داخله، وزارت مالیه و ریاست عمومی شهرداری تعیین شوند و وسایل نقلیه، وسایل و تجهیزات این ریاست را ثبت و با اسناد و سابقه آن به اداره امور طالبان تسلیم کنند.
مطابق حکم رهبر طالبان، وزارت مالیه این گروه نیز مکلف است که بودجه باقی مانده سال جاری مالی 401 ریاست عمومی شهرداری ها را به این اداره انتقال دهد. او گفته که معاش و امتیازات کارمندان ریاست عمومی شهرداری ها تا زمان اجرای این حکم پرداخت شود. رهبر طالبان گفته است که عواید و بودجه شهرداری های ولایت ها و ولسوالی های مربوط خود این شهرداری ها است و برای امور آنها مصرف شود. در حکومت پیشین ولایت ها، شهرداری های ولایت ها و ولسوالی ها مربوط تشکیلات اداره ارگان های محلی بودند. در حال حاضر ولایت ها به وزارت داخلی طالبان پاسخگو و گزارشده هستند. طالبان پیش از این هم چندین اداره دولتی را منحل و مدغم کردند. بر اساس فهرستی که چند پیش در اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار گرفته بود، در مجموع بست‌های 4787 نفر به دلیل انحلال و ادغام ادارات تنخیص شده است. حقیقت خبر درگذشت هانیه مزاری یا شویشار در ترکیه. عکس در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود گویا هانیه مزاری در ترکیه جان باخته باشد، اما حقیقت موضوع چیز دیگری است. مستور اکبری روی برگه فیسبوکش نگاشته است: یک هموطن عزیزمان به اسم عبدالله فرزند محمد سخی، باشنده ولسوالی قرقین ولایت جوزجان، در راه ترکیه وفات نموده است. تا حد امکان این پست را همگانی سازید تا قوم و اقاربش آگاه شوند و یا هم به شماره زیل به تماس شوید: 2090-5374-2785-69. این چهره شباهت با او دارد و او و مربوط به هانیه مزاری نمی شود. صدها مهاجر افغان به کانادا منتقل شدند. وزارت مهاجرت کانادا از انتقال صدها پناهجوی افغان از پاکستان به آن کشور خبر دادند. شان فریزر وزیر مهاجرت کانادا اعلام کرده است که 324 پناهجوی افغان و خانواده هایشان بامداد دیروز در 19 پرواز به شهر آلیفاکس این کشور رسیدند. آقای فریزر همچنین گفته در بین این افراد به شمول ترجمانان افغان و خانواده هایشان کسانی که در جریان ماموریت کانادا در افغانستان با آنها کار کرده بود نیز شاملند. وزیر مهاجرت کانادا گفته است که از آگوست سال گذشته تا کنون بیش از 24,000 پناهجوی افغان به کانادا منتقل شدند. و در پایان، سقوط بس مسافربری به دره در پاکستان چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. در حادثه سقوط یک دستگاه بس مسافربری به تندره در نزدیکی شهر سوان در ایالت سند پاکستان 18 نفر از جمله ده کودک جان باختند. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر.